صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید تا به سرزمین جاوید در آغاز سلطنت ساسانیان در ایران خط پهلوی اشکانی متداول بود دلیلش کتیبه های آغاز دوره ساسانیان از جمله کتیبه شاپور اول و کتیبه کارتیر است که به دو زبان پهلوی اشکانی نوشته شده اما چون اردشیر و شاپور اول از اشکانیان به شدت متنفر بودند اجازه ندادند که اوستا با خط پهلوی اشکانی نوشته شود تمام تواریخ و کتیبه های دوره اشکانی را از بین بردن و در نتیجه امروز ما از دوره اشکانیان جز اسامی و کلیات اطلاعی نداریم اولین اوستای دوره ساسانی با خط پهلوی ساسانی نوشته شد اما بد دین دبیری یعنی خط مخصوص نوشتن اوستا به وجود آمد ما می توانیم حدس بزنیم آنچه خط مزبور را به وجود آورد تبلیغ مانی بود که می گفت تمام مردم بایستی دارای سواد شوند تا اینکه خود اوستا را بخوانند البته این یک حدس است و ما سند تاریخی برای تایید این حدس نداریم اما به قاعده یک حدس غیر منطقی نیست چون خواندن و تفسیر اوستا در انحصار موبدان بود و اگر تمام مردم سواد پیدا می کردن و اوستا را می خاندن، آن مزیت انحصاری از دست موبدان خارج می گردید تبلیغ مانی موبدان را متوجه خطر کرد و دریافتند که اگرچه مردم سواد خواندن و نوشتن را ندارن اما دبیران دارای سواد خواندن و نوشتن هستند و ممکن است که آنها انحصار خواندن و تفسیر اوستا را از معبدان بگیرند خاصه آنکه دبیران مردانی برجسته می باشند و می توانند رقیب معبدان شوند این بود که برای نوشتن اوستا خطی اختراع کردند که دبیران هم نمی آن را بخوانند و آن خط بعد به اسم دین دبیر خوانده شد. بعضی از مورخین گفته که ممنوعیت باسواد شدن از طرف مردم غیر از موبدان و دبیران به قدری شدید بود که حتی شاهزادگان ساسانی مثل شاهزادگان اشراف اروپا در قرون وسطا سواد نداشتند. اما این گفته مورد تردید است چون ما اسنادی داریم که نشان میدهد بعضی از سلاطین ساسانی از جمله خسرو ملقب به انوشیروان و شاپور دوم ملقب به زلکتاف دارای سواد بودند فردوسی هم در شاهنامه نشان میدهد که بعضی از سلاطین ساسانی دارای سواد بودند فردوسی در نقل روایات تاریخی امین بود و ممکن است که بعضی از روایات تاریخی وی از نظر اوقلایی قابل قبول نباشد اما مثل محمد ابن جریر تبری نویسنده ی تاریخ تبری هرچی را که از دیگران شنیده به این نقل کرده لذا نمی توان نظریه بعضی از مورخین اروپایی را مبنی بر اینکه سلاطین و شاهزادگان ساسانی سواد نداشتند پذیرفت مانی می گفت تمام افراد باید آزاد باشند و همه از لحاظ حقوق حیاتی مساوی هستند هر کس بایستی آزاد باشد که هر کار میل دارد پیش بگیرد نباید کسی را از کاری که میل دارد به آن مشغول شود منع نمود چون ممکن است استعداد کار دیگر را نداشته باشد و کسی که برای کاری استعداد دارد در آن کار بیشتر مفید واقع شود و دیگر اینکه تمام افراد بایستی آزاد باشند که سواد خواندن و نوشتن را فرا بگیرند تا اینکه خواندن اوستا منحصر به طبق این مخصوص نباشد چون صحبت از خواندن اوستا شد این سوال پیش می آید که آیا مانی اوستا را قبول داشت یا اینکه با آوردن کیش جدید منکر اوستا بود هنوز محققین نتوانسته ان این موضوع را روشن کنند ولی نباید از روشن شدن این مسئله که از لحاظ مانی شناسی در خور توجه هست معیوس بود سرزمین ایران از لحاظ باستان شناسی به طور نسبی مورد کاوش قرار گرفته و صدها تپه وجود دارد که احتمال می رود در آن اسناد باستانی باشد و هنوز مورد کاوش قرار نگرفته. روزی ممکن است اسنادی از زیر خاک به دست بیاید که مانی را بیشتر به ما بشناساند. ولی همکنون میتوانیم بگوییم که مانی از لحاظ عقیده داشتن با آزادی و مساوات مثل فیلسوفان قرن هجده میلادی چون ولتر و روسو بوده است اگر بعد از این از دل خاک اسنادی به دست نیاید که نشان بدهد آیا مانی عقیده به اوستا داشته یا نه ما همواره از این قسمت بدون اطلاع خواهیم ماند محاکمه مانی از طرف هیئتی از معبدان به ریاست احتمالی کارتیر نشان میدهد که مانی عقیده به اوستا نداشته چون اگر معتقد به اوستا بود گروهی از معبدان زرتشتی او را محکوم به اعدام نمی کردن و به قتل نمی رسانیدن. اما در نظریه یه مانی چیزی وجود دارد که نشان می دهد که آن مرد نسبت به اوستا بدون اعتقاد نبوده برای این که می گفته. مردم باید سواد پیدا کنند تا اینکه بتوانند خود اوستا را بخوانند و مردی که به اوستا عقیده نداشته باشد آن را توصیه نمی کند دیگر اینکه خودمانی کتابی نیاورد تا اینکه بگوید ناسخ اوستا را آورده است لذا می توان فرض کرد که نظریه مانی در مورد اوستا و به طور کلی در مورد کیش زرتشتی نظریه ای بود مثل نظریه لوتر در مورد کیش مسیحی یعنی وی میخواسته کیش را ساده کند و در نتیجه مورد خصومت کسانی چون کارتیر و سایر معبدان که طرفدار سنن و شعایر کیش زرتشتی بودند قرار گرفت ولی همین مرد که آزادی و مساوات را برای همه میخواست طرفدار قوت بود و میگفت باید اصل بقای اصله را رعایت کرد و نباید وضعی پیش بیاید که موجودات بشری از افراد ضعیف متشکل گردد بنابراین مانی در قرن سوم میلادی نظریه ای ابراز کرد که نیچه فیلسوف آلمانی متوفا به سال 1900 میلادی در قرن 19 هم ابراز نمود. مسئله این که تمام افراد بشر باید قوی باشند در نظریه مانی از دو لحاظ قابل مطالعه است. اول از این لحاظ که چگونه مردی که به قول مورخین قسمتی زیاد از عمر خود را در هندوستان به سر برد دارای آن نظریه شده است. در قرن سوم میلادی در هندوستان مذهب بودایی هر نوع خشونت و اعمال زور و حتی آزار انسان را ناروا میدانست چگونه مردی چون مانی که در مکتب فلسفه هندی پرورش یافته بود طرفدار قوت می شود و میگوید که افراد بشر باید همه قوی باشند دومین موضوعی که سبب می شود نظریه مانی مورد مطالعه قرار بگیرد این است که وی به طور جدی طرفدار آزادی و مساوات بود و همان علاقه به آزادی و مساوات در نظریه او سبب گردید که در مدتی کم کیش مانوی از چین تا اروپا توسعه به هم برساند چگونه مردی که طرفدار آزادی و مساوات بین تمام افراد بشر است میگوید که فقط افراد قوی باید زنده بمانند و زعفا نباید در جامعه ها وجود داشته باشند آیا این نظریه با آزادی و مساوات تباین ندارد چون در هر جامعه افراد ضعیف هم هستند و آنها هم مثل اقویا حق حیات دارند چون این تضاد بین نظریه یک نفر آن هم در اصول قابل, قابل قبول نیست ناگزیر باید گفت که منظور مانی از تقویت اقویا و از بین رفتن زعفا ورزش است که در یونان متداول بود قرینه ای این که مانی لزوم تربیت بدنی را از یونان اقتباس کرده این است که کیش او در یونان وسعت به هم رسانید لذا منظور مانی از طرفداری از اقویا لزوم پرورش بدنی و ورزش بود و شاید این فکر بعد از مشاهده ی میدانهای ورزشی یونان در او به وجود آمد و وی اندیشید که پرورش بدنی برای قوی شدن تمام جوامع ضرورت دارد از اسناد تاریخی که در ترکستان چین و مصر به دست آمده چنین مفهوم می شود که مانی هرگز ادعای اعجاز نکرد این اسناد با روایات مربوط به این که مانی ادعای اعجاز می کرد فرق دارد چون سند تاریخی معتبرتر از روایاتی است که معلوم نیست گوینده یا نویسنده اش که می باشد باید قبول نمود که مانی ادعای اعجاز نکرده بود در روایاتی که راجع به اعجاز مانی نوشته ان گفته اند. که او کتابی داشت مصور دارای تصاویر زیبا و می گفت که آن کتاب معجزه اوس و راویان کتاب آن را نگارستان مانی خاندن. در محاکمه مانی دیدیم که وقتی به او گفتند تو ساحر هستی و سحر تو تصاویر است که رسم نمایی و مردم را مسحور می کنی او در جواب گفت این هنر من است و سحر نیست شما اگر به یونان بروید و تصاویر و مجسمه های آنجا را ببینید مشاهده خواهید کرد که زیباتر از تصاویر من است و هیچ یونانی آنها را ناشی از سحر نمی داند. پس آنچه در روایات آمده حاکی بر اینکه مانی ادعای اعجاز می کرده و می گفته که اعجاز من نگارستانم می باشد صحت ندارد. خاصه آنکه در قرن سوم میلادی که مانی در آن قرن ظهور کرد بر اثر جنگ های متوالی دوره اشکانیان با روم و همچنین جنگ های دوره شاپور اول بارومیان مردم کشورهای ایران با تصاویر و مجسمه های مشرق زمین آشنا شده بودند مردی به اسم مانی یا غیر مانی نمی توانست با نشان دادن تصاویری که خود ترسیم کرده ادعای پیغمبری نماید و بگوید که وی دارای اعجاز است و معجزه آن تصاویر می باشد. مانی نقاشی و موسیقی و سرودن شعر را جزو هنر می دانست و هیچ یک از آنها را از معجزات خود به شمار نیاورد. بعد از اینکه مانی به قتل رسید کیش او از بین نرفت. در شرق و غرب فرقه های متعدد از کیش او به وجود آمد که مجموعه آن را در شرق مانوی و در غرب به اسم مانی خن می خواندند. ما تردید نداریم آنچه سبب گردید که مانی در قرون بد بد نام شود فرقه های مانوی شرق و مانی غرب قرب بود مانی نظریه ای آورد که هدف آن رستگاری نوع بشر بود گرچه قسمت های نجومی آن نظریه که به آن اشاره شد از طرف مردی چون شاپور اول قابل پذیرفتن نبود تا چه رسد از طرف عوامون داست اما نظریه های اجتماعی مانی که مهمتر از همه آزادی و مساوات محسوب می در همه جا از طرف مردم قبول گردید مانی قصدش خیر و صلاح بشر بود و جان خود را هم روی نیت خود گذاشت اما فرقه هایی که بعد از مرگ او به اسم مانوی یا مانیخین به وجود آمد لا اقل تا قرن دهم میلادی غیر از دکان برای استفاده مادی چیزی دیگر به شمار نمی آمد کسانی که آن دکانها را باز کرده بودند به اقتضای زمان و مکان هر چیز را که تصور می کردن سبب جزم عوام می شود و در دکانهای خود جا می دادن از بودپرستی و لا مذهبی گرفته تا روش مغایر با اخلاق هر یک از فرقه های مذکور بعد از اینکه مدتی از سادگی مردم استفاده می کردن گرفتار تعصب حکام وقت کشور می شدن و از بین می رفتن. در مصر خلفای فاطمی توری با مانوی ها مخالف بودند که هر کس در مزان اتهام مانوی بودن قرار می گرفت به قتل می رسید. در اروپا مانیخن یعنی مانوی بودن فرقی با ارتداد نداشت. اما از قرن دهم ده به بعد نظریه مانوی یا کیش مانوی از وضع دکانداری خارج شد. در شرق و غرب فرقه هایی به وجود آمد که پیروان آنها طرفدار نور و مخالف با ظلمت بودند و میگفتند. که نور عبارت است از اهورامزدا و ظلمت عبارت است از اهریمن بعضی از آن فرقه ها دارای جنبه عرفانی شدند و یکی از مختصات آن فرقه ها این شد که فقط مردان عضو آنها بودند و هیچ زن عضویت فرقه های مانوی را نداشت چیز دیگر که از علایم شاخص آن فرقه ها گردید این بود که مردهای مانوی زن نمی گرفتن و تا پایان عمر مجرد می ماندن. بعد فرقه های مانوی دارای تشکیلاتی گردید که بعد به فراماسونری سرایت کرد. منتها در سازمان های اخیر تشکیلات مانوی تغییر نام داد و مصنف فرقه های مانوی در فرقه فراماسونری موسوم به معمار بزرگ گردید و مستمع فرقه مانوی در فرقه فراماسونری مبدل به بنا گردید. فرقه های جدید مانوی که از قرن دهم میلادی به وجود آمد مخلوطی بود از فرقه مذهبی و عرفانی و ریاضت کش. بعضی از اعضای فرقه مانوی علاوه بر اینکه در همیه عمر از زن گرفتن خودداری می کردن ریاضت های سخت را هم تحمل می نمودن. یکی از فرقه های معروف مانوی در آفریقا فرقه موسوم به خان بود که در الجزایر هنگام ورود فرانسوی ها به آن کشور در آغاز قرن 19 میلادی با سرسختی مقاومت کرد و مدتی مانع از پیشرفت ارتش فرانسه در الجزایر شد. فرانسوی ها از اعضای فرقی خان که مخفف اخوان سخت می‌ترسیدند. اعضای آن فرقه که همه ریاضت کش بودن آهن تفته را بر بدن می و خنجر را طوری در بدن فرو می که بدن آنها قلاف خنجر می گردید. در قرن یازدهم میلادی کیش مانوی به اسپانیا رفت در آنجا وسعت به هم رسانید و از طرف مسلمین اسپانیا مخالفتی با آن نشد چند از دانشمندان برجسه اسپانیا در دوره ای که مسلمین در آنجا حکومت می کردن از مانویان می باشن. از قرن هشته میلادی به بعد کیش مانوی یا مانیخین جنبه مذهبی را از دست داد و نتوانست به شکل یک مذهب باقی بماند اما به شکل یک مسلک اجتماعی باقی ماند حتی انقلاب فرانسه هم که آزادی و مساوات را اعلام کرد و از آن کشور به سایر کشورهای اروپا سرایت نمود نتوانست که مسلک مانوی را از بین ببرد و تا آغاز قرن بیستم هم در قاره اروپا مسلک مانوی وجود داشت اما وقایع بزرگ قرن بیستم میلادی و تموج افکار در این قرن مسلک مانوی را از جنبه اجتماعی مصلوب کرد یعنی دیگر در کشورهای اروپا و آسیا جامعه هایی وجود ندارد که مرام آنها مانوی باشد اما هنوز در بعضی از کشورهای اروپا و آسیا افرادی هستند که دارای مسلک مانوی می باشند و برخلاف قدیم بیمی از این ندارند که به آنها مانوی یا مانیخن گفته شود چون امروز دیگر کسی به مناسبت اینکه متمایل به مسلک مانیس مورد آزار قرار نمیگیرد. به طوری که گفتیم پروفسور هنینگ و پروفسور اشمید و پروفسور بولوتسکی در این قنپایی شناسایی مانی را بر مبنای اسناد تاریخی که از زمین به دست آمده بنا نهادند دو پروفسور اخیر اعتراف کردند که نتوانستن اسنادی را که در فیوم واقع در مصر به دست آمده به طور کامل ترجمه نمایند و معنای بعضی از قسمت‌های اسناد بر آنها نامعلوم است مهازا خدمتی که تا امروز این سه نفر از لحاظ مانی شناسی کرده ان یک خدمت برجسته می باشد چون قبل از آنها مانی مردی چون قهرمانان افسانه بود و محققی نمیدانستند که وی که بوده و چه می گفته. فقط از این حیرت می کردن که چگونه در قرن سوم میلادی با کندی وسایل نقلیه در آن زمان و اینکه ملل دنیا با هم چندان ارتباط نداشتند کیش مانی در مدتی کم عالمگیر شد اما امروز بر اثر اسنادی که این چند نفر ترجمه کرده ان محققین می دانن. که مانی افسانه نیست و موجودیت دارد و دارای نظریه ای بوده که امروز ارزش اجتماعی آن آشکار گردیده در دوره ساسانیان سلاطین ساسانی و اکثر مردم ایران دارای مذهب زرتشتی بودند مذهب زرتشتی یک مذهب توحیدی بود و هست و اساس آن بر پرستش مزدا یعنی خدای بزرگ می باشد در مذهب زرتشتی برخلاف آنچه بعضی از مورخین گفته ان سنویت و دوگانگی نیست یک زرتشتی به دو خدا عقیده ندارد بلکه خدای واحد را می پرستد اهریمن در مذهب زرتشتی مثل شیطان است در مذهب اسلام و یک مسلمان با اینکه معتقد به وجود شیطان است آن را خدا نمی داند. در مذهب زرتشتی کسانی دیگر هم به اسم میترا یا مهر و آناهیتا یا ناهید وجود دارند که مورخین سطحی تصور کردهاند که آنها هم جزو خدایان زرتشتی هستند در صورتی که نه میترا یا مهر جزو خدایان است و نه آناهیتا یا ناهید جزو خدایان میترا و آناهیتا از آفریدگان اهورا مزدا میباشند و هیچ یک از آنها جنبه خدایی ندارد آناهیتا قبل از اینکه مذهب زرتشتی بیاید نزد اقوام ایرانی به اسم ایشدار خوانده میشد شاید در آن موقع الهه بود اما بعد از اینکه مذهب زرتشتی آمد دیگر ایشدار یا آناهیتا یا الهه به شمار نمی آمد و از مخلوقات اهورامزدا محسوب می گردید در پایان دوره سلطنت شاپور اول پادشاه ساسانی در ایران یک فرقه مذهبی دیگر به وجود آمد که آن را زروان که بر وزن خندان است پیروان این فرقه مذهبی عقیده داشتند که در آغاز هیچ چیز نبود غیر از زروان و اهورامزدا و اهریمن و میترا و آناهیتا و هرچه در آسمان و زمین است از, از طرف زروان به وجود آمد زروان موجودی است که پیوسته بوده و همواره خواهد بود و دارای جسم و مکان نیست و نمیتوان آن را دید و شریک ندارد آنچه پیروان فرقی مذهبی زربان میگفتند شبیه بود به آنچه در همان دوران یک فرقی مذهبی دیگر در اسکندریه مصر بیان می کردن و می گفتن که در آغاز غیر از اسیر نبود و همه چیز از اسیر به وجود آمد در قرن سوم میلادی که قرن شاپور اول و پدرش و جانشین های او میباشد باشد ایرانیان از علومی که در اسکندریه واقع در مصر تدریس می شد اطلاع نداشتند. امروز می دانیم که در آن زمان در اسکندر فلسفه مشایی که با یک سلسله تحولها مصوم به فلسفه افلاتیون جدید شد خیلی رواج داشت ارستو که شاگرد افلاتون بود در موقع درس دادن راه می مشی می و به همین جهت فلسفه او را به اسم فلسفه مشایی می خاندن فلسفه ارستو در چند کلمه می گوید. ماده که اجسام از آن ساخته می شود به حکم فطرت خود پیوسته ترقی می کند و تصویه می شود تا اینکه به مرتبه عقل و هوش مجرد برسد این فلسفه ارسطو در تمام مکتب های فلسفی و یک قسمت از فرقه های دینی که بعد از ارسطو در دنیا به وجود آمد اثر گذاشت به طوری که بعد از ارسطو هیچ نظریه فلسفی وجود ندارد که نتوان در آن اثری از فلسفه ارسطو را یافت منظور از این توضیحات این نیست که خوانندگان را با ذکر نظریه های فلسفی گیج کنیم بلکه منظورمان این است که نشان دهیم که زروانی ها در دوره ساسانیان چه می گفتن. آنها می گفتن مزدا و اهریمن و آنچه در آسمان و زمین هست از طرف زروان آفریده شده او آدمی را از جماد آفریده و رفته رفته او را ترقی خواهد داد و آنقدر بالا می رود تا اینکه انسان به مرتبه ملکوت برسد بنابراین آنچه سراینده مصنبی در کتاب خود گفته هزار سال قبل از وی ادعی از کسانی که در کشورهای ایران میزیستند آن را میگفتند. عقیده مذهبی زروانی ها در دو مورد با عقیده مذهبی زرتشتی ها که معبدان حامی آن بودند تصادم می کرد. اول اینکه زروانی ها می گفتند که اهورامزدا و اهریمن را زروان آفریده است در صورتی که زرتشتی ها می گفتن همه چیز مخلوط اهورامزدا است دوم اینکه زروانی ها با حفظ آتش همیشگی در آتشگده ها مخالفت بودند و می گفتن که آتشگده ها باید برچیده شود در صورتی که حفظ آتش افروخته در آتشگاه از رسوم و سنت های پایدار زرتشتی ها بود امروز بعضی از مورخین افروختن آتش در آتشگاه و حفظ آنها را از زمانی می دانن که دین زرتشتی در ایران رواج پیدا کرد اما مورخین برجسته چون گریشمن فرانسوی و اومستید و ریچارد فرای آمریکایی عقیده دارند که افروختن آتش در بین ایرانیان سابقه ای عتیق در از کیش زرتشتی دارد در هر حال مخالفت زربانی ها با افروختن و حفظ آتش در آتشگاه ها خیلی برای معبدان زرتشتی ناگوار بود در کتیبه ای که شاپور اول پادشاه ساسانی در جنوب ایران از خود باقی گذاشته اسامی اشخاصی را که میبرد برای آمرزش روح هر یک از آنها یک آتشکده برپای برپا کرده بود آنها از خیشاوندان نزدیک شاپور اول به شمار می آمدن یا از خدمت بودند که خدمات برجسته به او کردند هر یک از آن آتشگاه ها که از طرف شاپور اول احداث شد موقوفه داشت آتشگاه از محل درآمد آن موقوف اداره میشد و در هر یک از آن آتشکده ها یک عده معبد و خادم مشغول به کار بودند و معبدان بایستی هر روز مقابل آتش زمزمه کنند اسلوب ساختمان آتشگاه مشابه اما کوچک و بزرگ بود تمام آتشکده ها را در دوره ساسانیان از روی یک نقشه می ساختند ولی بعضی از آنها وسعت زیاد داشت و برخی کم وسعت بود در تمام آتشگده ها بالای آتشتان یعنی بالای محلی که آتش در آنجا قرار داشت یک گنبد می گنبد از فواصل دور علامت مخصوص آتشکده در دوره ساسانیان بود. آبران وقتی که آن را می دیدن می که در آنجا آتشگاه وجود دارد و سنت این بود. که در آتشگاه ها چوب های جنگلی بسوزانند نه چوب درخت های اهلی. ولو چوب درخت های بدون میوه چون چوب چنار و در آتشگاه های فارس چوب درخت بادام جنگلی که نام محلی آن ارژن سوزانده میشد. آتشگاه در ازمنه ما قبل تاریخ برای این به وجود آمد که سکنه یک روستا یا یک شهر کوچک همواره آتش داشته باشند و فایده وجود آتش همیشگی در آنجا همین بود که مردم محلی هر زمان که احتیاج به آتش داشتن به آنجا مراجعه می کردن. مردم امروز که با یک کبریت آتش می افروزن نمی توانند بفهمند که در هزارها سال قبل از این افروختن آتش چه کار دشواری بود. بدون تردید در جوامع اولیه مردم در ایران آتش کرده یکی از مؤسسات آمول منفعی ضروری بود و مثل آب برای مردم ضرورت داشت. تا هفتاد سال قبل از این به طوری که سال به یاد دارند در بعضی از روستاهای ایران تمام سکنه آبادی از یک در خانه آتش می بردن. در صورتی که تمام سکنه روستا مسلمان بودند و با دارا بودن مذهب اسلام در بعضی از روستاهای ایران در عمل آتشگاه وجود داشت و کسی آتش را نمی پرستید ولی همه وجودش را ضروری می دانستن. آیا زروانی ها که در دوره ساسانیان با موجود بودن آتشگاه ها مخالفت می کردن نمی که وجود آن مؤسسات چقدر برای ادامه زندگی مردم ضرورت دارد؟ آیا نمیدانستند که مراسم زمزم مقابل آتش گرچه یک رسم مذهبی می باشد اما دارای فلسفه این مفید است؟ از این جهت زمزمه در آتشگاه جزو واجبات شده بود که معبدان روزی چند مرتبه به آتشدان سر بزنند که مبادا در آنجا آتش خاموش شود و مردم بدون آتش بمانند حتی سنت سوزانیدن چوبهای جنگلی به جای چوب درختهای اهلی ولو چون چنار بیمیوه باشد علت داشت دنیای کتاب صوتی